پیامو درود به شما تماشابینانی ارجمند. برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی جزئیات حقوق ویران کنی و جنایت های صادر شده تاثیر وسیع جمعیتی داشته را انعکاس می نماید. در مناسبت های جمعیتی هرچند جنایت قانون شکنی پدیده نو نیست. برنامه ما خبرهای تازه از فعالیت میلیسیای کشور در سمت پیشگیری و مبارزه بر ضد جنایتکاری را نشان داده. شما را از عاقبت کجرفتاری آگاه و رعایت قانون دعوت می نماید. امروز در برنامه تماشا کنید. خصومت و بدبینی بمر گنجامید. هم رو پرو رفتم. ما هموش دروی کردم و هموش دروی کردم. شب و شب شده ایسا اومده. چسبیدگی میدیم خیلی. امجان کورچه را گرفته هم سرخ هم قدگید. بیفته هم خیلی تلا کردم. بازداشت گمانبر و مصادره اسعار خارجی قلبکی. دو صدمه پرقربانی در شهر خوجند و ناحیه عینی. این و دیگر خبر و گزارش‌ها در نشر نوبتی برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی. در پرکراتورای ناحیه فردوسی نسبت یک نفر جوان 29 ساله برای صادر نمودن جنایت مخصوصاً وزنین کشتار پرونده جنایتی آغاز نمودند. شرح این جنایت گوشنشونی در تهیه سیروژن شکوری. در نتیجه فعالیت یک جایه و باسمار گروه فوری تفتیشاتی کارمندان مقامات میلیسیای پایتخت و پراکراتورای ناحیه فردوسی شهر دوشنبه جنایت آدمکشی آشکار کرده شد که سبب و عاملهای آن ریشه در مناسبتهای ناهموار اویلوی و رشک و بدبینی خویش و تباری دارد. همچون گمانبر در صادر نمودن این جنایت مخصوصا وزنی به مقابل سلامتی انسان روانه گردیده شهروند قلندروف علیشر سمندروویچ سال تولدش 1993 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه فضلالدین محمدیف دستگیر کرده شد. گمانبر شونده علیشر قلندروف با مرحوم سفرو فریدون سال تولدش 1979 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه فردوسی پیوند خویش و تباری داشته مدت است با هم توسط تلفن موبایلی مناقشه های لفظی نموده نسبت همدیگر دشنام و حقارت های قبیح میدادند. اخیرا برای خاتمه دادن همه نافهمی ها نامبردگان در کوچه فردوسی با هم وخورده بین همدیگر مناقشه و در نتیجه گمانبر شونده علیشر قلندروف با دو ضربی کارد سفر و فریدون را به هلاکت رسانیده است. هم رو پرو رفتم. ما هموش دروی کردم و هموش دروی کردم. شب و شب شده ایسا اومده. چسبیدگی میدیم خیلی. امجان کورچه را گرفته هم سرخ هم قدگید. بیفته هم خیلی تلا کردم. هم تناش رسید. دو سرفت گفت کورچه را سوندیم. ما همیس خطی گرفتم. جای تاکسی داشتیم. طرف خانه رفتم. در رفتی تفتیشات همه سبب و عاملهای سرزدن جنایت مذکور مورد سنجش همه جانبه قرار گرفت. تحلیل جنایت های به مقابل سلامتی روانه گردیده نشان می دهند که محض با خود کار داشتن گمانبر شوندگان عاقبت به آدمکشی و جنایت های مخصوصا وزنین می انجامد. ضمن گذراندن حرکت های فوری تفتیشاتی معین کرده شد که عیبدار شونده قلندروف علیشر سمندروویچ سنه 8 ایولی سال 2022 تقریبا ساعت 23:30 دقیقه نقشه صادر نمودن جنایت کشتار را تعریزی کرده است. با این مقصد او با استفاده از آلات خلنده و برنده یعنی کارت مسلح شده با واسطه تلفن موبایلی با جاویده سفر و فریدون هم صحبت شده او را به سراغه شهر دوشنبه ناحیه فردوسی کوچه فردوسی دعوت کرده. در سراغه مذکور هنگامی و خوردن بینشان مناقشه به میان آمده در نتیجه عیبدار شونده قلندروف علیشر سمندروویچ با کارد قبلا مسلح شده است دو مرتبه در روزهای حیاتن مهمی جبریده سفر و فریدون زده است که او با برداشتن جراحات های گوناگون جسمانی در جای حادثه به هلاکت رسیده است. بنابراین وابسته به حالت مذکور از طرف پرکرور ناحیه فردوسی شهر دوشنبه نسبت عیبدار شونده قلندروف علیشر سمندروویچ با ماده 104 قسمی 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده عین حال مورد تفتیش پیشکی قرار دارد. در گزارش نوبتی در خصوص کشتار پروفسور صدای دو فروشزن در اداره کمیته زمین ناحیه دیوشتیج معلومات میدهیم. محیط ناسالم کاری در نهاد مذکور زمینه جنایت بی‌رحمانه را گذاشته متخصص پیشبر بخش کمیته زمین ناحیه مذکور صحابالدین منورزاده در جنایت مذکور گمانبر است. شرح این جنایت های مدهش در گزارش اکبر شریفی.
کشتاری برهمونه دو فروش زن در اداره کمیته زمینسازی نوحیه دیوشتیج پرسر و صدوترین حدیثه جنویتی بود که سنه 17 ایول صدیر شده واقعیت استیروبانگیز و اووزای آن نه تنها پیواندانی کشتشده ها بلکه کارمندانی مقامات حفظی حقوق مردمی دیوشتیج و تمام تاجیکستان رو نروحت و به تهلکه انداخت. سربستگی و نمعینی جنویتی مذکور دیر دوام نکرد. با تاسیس گروه فوری تفتیشاتی و روحاندازی مجموعی چورابینی های اپیراتیوی مقامات ملیتیه ولایت سوخت پرده از روی جنایت اسرارآمیز برداشت. اولین شخصی که از کشته شدن فروش زنهای اداره زمینسازی نوحیه دیوشتیج عضوی یک خانواده شهروندان فوزیل و وریسه رحیموونا سالی تولدش 1966 و همسر برادر او زوکیر و امیده قاسیموونا سالی تولدش 1977 استخدام کنندگان جماعت دهات غزانترک نوحیه با خبر گشت ملیتیه را به جای حادثه دعوت نمود. پاسبان اداره رجبای علیموف میباشد. چوه تلفون هاش اینجا این جو باشه دوستم دویم ایتاج با برامده هم تو لیسنس که هم تو برامده نسبی لیسنس ها برامده نسبی لیسنس ها برامده هم که من هم تو مرده خورفته هست بالاش گلیم پوش بایشه اقلا بایشه تخمینام نکرم بغیر از جسد و خون بود چرا مشاهده کردشم؟ بایی سوختگی رو مشاهده کردم. سنجیش و کارکردها با متدهای اپیراتیوی نسبت حیات کارمندان اداره کمیته زمینسازی گره سربسته جنایت مخصوصا وزین را کشد. معین کرده شده است که فضای نسالمی کوری در اداره کمیته زمینسازی نوحیه دیوشتیج زمینه فاجعه خونین را گذاشته است و کشتشتگان قربانی تصادفی می باشند. انیخترش متخصیصی پیشبر کمیته زمین نوحیه منورزاده صحابیدین جمالیدین سال تولدش 1991 استخدامت کننده جماعت دهات دلیان بولوی نوحیه دیوشتیج گمون برشته اساسی است که از سبب داشتن خصومت شخصی و قصد نسبت رئیس، معاون و دیگر خدمتچیان کمیته مذکور که گویا برای اجرای وظیفه های خدمتی با او مانعگی میکردند، با مقصد ترس دادن و به تهلکه انداختن آنها با تشکیل دلیل های سنی بدنام کننده دست زده، روز حادثه با استفاده از سوزشواری دیزلی دو اتاق کوری اداره زمین را آتش میزند. غیر انتظار فروش زنهای در پی اجرای وظیفه خدمتی از حالت مذکور با خبر شدند و گمون برشده صحابالدین منورزاده با کشتن آنها کوشش کرده است که داغ بدنامی خود را روی پوش نماید. سببی در اینجا آتش زدنتون از چی بارد بود؟ من همون رئیس و عمران و شرف پیزادی و جمعه فا ترس آمختم و علاق سر دادم کشتم بود. تن دو داشت بانده ساده بگم. با کشتم که پولی دن نگرفتم. من برام بودم این رئیس هم کنگه در گرانده بود. دوت کار درم کشتم و من برام دم همه یک تا ریوانده دیدم. سیاز پرده فوندم و کرده گرفتم برام دم. دهت کرده دیگه میدم تام دیگه شیرون که ایسام نکرم. جنایتی آدمکشی در آشانه دویمی بینو صحنه دولونه که دو حجره آتش زده جایگیران صورت گرفته است. آلاتی که با استفاده از آن فروش زنها مجبوراً از حیات محروم کرده شدند کردی خوجگی است. گمون برشده از اتاق پاسبانی بینو با کرد مصالحه شده اول امیده زاکیروا را با 8 زخمی کرد از پای میافتاند. چون این حادثه را وریسه فوزیلوا میبیند در نتیجه او نیز 13 ضربه کرد جراحت وزنی جسمانی برداشته هر دو در جای حادثه به هلاکت میرسند. آنی شما امیده که دوباره شو دیدم که چشم چشم دیدم. یا گون چی گفت امیده؟ نه امیده گام نزدم از سراغ سلام. یک تز ترسیدم. دیگه نمیدونم چند تز دیگه نمیدونم بعد وش آرزو تو پایزش تومد بود که وش دیدم و یام نمیدونم چند تز دام. تومسون برومون برختم. گروه فوری تفتیشاتی در برابر خود اقراری گمون برشده دلیل های را جمع‌آوری نموده است که دست داشتن صحابالدین منورزاده در جنایت آدمکشی را اثبات می نماید. کردی خوجگی در جنایت استفاده شده، لباس ورزشی به اصطلاح فوتبالکای خونالودی به گمون برشده تعلق داشته، علامت و نشانه های بریده در پنجه دست، قطره خونی به گمون برشده تعلق داشته در جای حادثه، نتیجه های تشخیص کریمینالیستی، تشخیص سودی طبی و مطابقت کردن نشان دادهای او با ایزی سودی شوی جنایت از زمره این گونه دلیل هاست. از روی حادثه با ماده 104 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز و به اعمال جنایتی صحابالدین منورزاده بهای حقوقی داده می شود. عین حال نسبت نام برده چاره پیشگیری در نمود حبس پیشکی تطبیق شده است. ضمن یک عملیات با برار کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه 7 نفر ساکنان شهرهای دوشنبه و راغون را برای به معاملات برآوردن ویزای نشئه‌دار بازداشت نمودند. وابسته به بازداشت و مصادره این مواد زهرآگین همکارانمان گزارش می‌دهند.
از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در نتیجه برگزاری یک قطار چوربینی های اپراتیوی جستجویی 7 نفر شهروندان سلیموف سایمورد توکلوویچ سال تولدش 1967 استقامت کننده شهر روغون رحمانوف محمدعلی بابومرادوویچ سال تولدش 1978 سفروف الهام قربانخانوویچ سال تولدش 1989 برهانوف قمریدین شمسالدینوویچ سال تولدش 1984 میرحکیموف میرکمال بایزای سال تولدش 1964 اودینایف زفر محمدوویچ سال تولدش 1983 و اودینایف خورشید حسینوویچ سال تولدش 1981 استخدام کنندگان شهر دوشنبه را همچون گمانبر در صدور نمودن معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشه‌دار دستگیر نمودند. از نامبردگان در مجموع 4 کیلوگرم واسطه‌های نشه‌دار نوع حشیش دریافت و مصادره کرده شد. ما این نشه را از آقای محمدعلی مقبلای 19000 سومانی خریدم و مقصدی خرید فروش بود. مرا کاروندان یوپ حقوق از خانم با 2 کیلو 300 گرم نوی مواد گشیش دستگیر کردن. زمین پیشبردی کارهای تفتیشاتی معین گردید که هر کدامی از دستگیر شدگان در این حلقه جنایتی برای به معاملات برآوردن واسطه‌های نشه‌دار نقش خود را اجرا نموده با مقصد به دست آوردن مبلغ به فروش و پهن‌سازی این مواد زهرآگین در حدود پایتخت کشور شهر دوشنبه دست زدند. در نتیجه سنجش معین کرده شد که سرچشمه اساسی دسترس و پهن کننده واسطه‌های نشه‌دار اودینایف خورشید به شمار رفته این مقدار واسطه‌های نشه‌دار را محض او به شهر دوشنبه وارد ساخته با دیگر هم‌مسلکان جنایتی خود با مقصد به فروش گذاشتن دسترس نموده است. وابسته به حالت‌های مذکور نسبت گمانبران طبق طلبات ماده 200 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده نامبردگان در حبس پیشکی قرار دارند. با معاملات برآوردن اسعار قلبکی یک نفر سکن شهر دوشنبه را جوابگر نمود. کارمندان ریاست کافتگاه جنایتی وزارت کارهای داخلی ضمن کارکرد اخبارات اپراتیوی حالت جنایتی را آشکار نموده از عاقبت ضررساننده آن جامعه را حفظ کردند. گزارش همکارانم در این خصوص تهیه گردیده است. سنجش اخبارات اپراتیوی و کارکرد آن با متد مخصوص فعالیت اپراتیوی جستجویی مقامات کارهای داخلی را موفق گردانید که جنایت در ساحه اقتصادیات را آشکار و معاملات و گردش مقدار کلان اسعار خارجی سنئی 7000 دلار و 1900 یورو قلبکی را پیشگیری نمایند. در جنایت مذکور شهروند بختوار قناتوف سال تولدش 1989 ساکن ناحیه اسماعیل سومانی گمانبر میباشد. از حرکت‌های جنایتی گمانبر شده ساکن شهر باختر محمود سلیمان جنگیویچ که با فروش جواهرات طلایی مشغول میباشد ضرر دیده است. یادرس می‌نماییم که گمانبر شده بختوار قناتوف هنگامی در بازار فراوان شهر باختر قرار داشتنش از جبرده یک عدد گردنبند و یک عدد دستمانه طلایی را به مبلغ 82250 سومانی نرخ‌گذاری کرده بر عوض آن 700 عدد کوپیورهای 100 دلاره 36 عدد کوپیورهای 50 یورو قلبکی را داده از جای حادثه فرار نموده است. یک پسر بچه اومده از من پرس جواهرات طلایی قیمت‌تر دارید 100 گرم یا 150 گرم من گفتم ها. بعد بی صورت گرفتم ممکن گفتم بله. بعد صورت گرفتیم و بگریم از زنگ میزنم من خوارچم از توی دارم خوارچم در پدرکم میکنم همینه خوارچم در نشان تو محبور شد بعد زنگ میزنم بعد شب زنگ زد گفت که محبور شد همینه چی خیلی میکنیم من گفتم خیلی پولا بیار سهر گرفته را. باید تذکر داد که جنایت مذکور خاراکتری ترانسملی داشته پولهای قلبکی بیرون از جمهوری تاجیکستان آماده گردیده است. مبلغهای برای ساختکاری مصادره شده از روی حجم شکل رنگ و دیگر پارامتر شبیه پولهای حقانی بودند نه هر یک از قلبکی بودن آن را معین کرده میتواند. با پیشنهاد مطلب مذکور وزارت کارهای داخلی شهروندان کشور را هشدار میدهد که هنگام داد و گرفت پولی احتیاط کار باشند. در آخر یادرس مینماییم که بازداشتگرده برای صادر کردن جنایت قلابی در کافتگاه جنایتی قرار داشت. فعلا نسبت بختوار قناتوف باز برای چنین کرداری صادر کردهش با ماده 281 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردد تفتیشات ادامه دارد.
بهری به دست آوردن مبلغ مفت برخی نفران دور از معرفت و به اندیشه دست به جنایت دزدی یعنی تصرف نهانی مال و اشیای غیر میزنند و اندیشه نمیکنند که این عمل و کردار جنایتکارانه عاقبت آنها را به ناکامی میبرد بخصوص دست زدن نابالغان به جنایت دزدی جای تعصب و نگرانی است مسئله های پیشگیری جنایتکاری در بین جوانان و نابالغان از سمت افضل یانکی سیاست اجتماعی دولت ما به شمار می رود و تربیه باسزا نمودنی آنها در روحیه وطن دوستی وظیفه اولین درجه اهل جامعه می باشد. متاسفانه امروز هستند نابالغانی که از تعلیم و تربیت دور گشته و دست به کردارهای جنایتی می زنند و روی دفتر حیات خود داغ ننگینی را باقی می گذارند. از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه کوشانیان در اساس عریضه های شهروندان آیدی از منزل های استقامتیشان از جانب شخصان نامعلوم دزدیده شدن مبلغ های پولی و جواهرات های تیلاگین و نقرگین یک نفر ساکن ناحیه یوان نابالی خیعه سال تولدش 2007 با گمان دست داشتن در زیاده از 20 حالت جنایت دزدی دستگیر کرده شد. گمان بر شده در شهری باختر و ناحیه کوشانیان با طریق پنهانی وارد منزل های استقامتی شهروندان گشته از داخل حجره ها مبلغ های پولی و جواهرات های تیلاگین و نقرگین را تصرف نموده از جای حادثه غیب می زند که با این کردارهای جنایتکارانه اش به شهروندان ضرری مخصوصا کلان رسانیده است. نسبت گمان بر شده در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه کوشانیان پرونده جنایتی با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. موضوع دیگر دو صدمه پرقربانی را که هلاکت 5 نفر باقی گذاشت کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی در ولایت سوخت در حدود شهر خوجند و ناحیه عینی به قید گرفتند. همکارانمان اوید این صدمه های نقشه نقلیاتی گزارش آماده نمودند. سنه‌های 23 و 24 ایول مقامات بازرسی دولتی افتومبیلی ولایت سوخت دو صدمه پرقربانی را به قید گرفت که بر اثر آن 5 نفر در اوج کمالات زندگی با دلی پرارمان رشته عمرشان ابداً کنده شده است. در شهر خوجند سنه 23 ایول تخمیناً ساعت 16 برخوردی سبکروی اوپل با واسطه نقلیات تمغه مرسدس با عاقبت مرگبار انجامید. راننده افتوماشین تمغه اوپل استرا علامت قدی دولتیش TG-33-SS-02 اومونو و مدینه بختیاروونا سالی تولدش 1999 استقامت کننده شهرک مهرآبادی ناحیه جبار رسولوف هنگام حرکت در کوچه رحمان نبیف به سمت بیمارخانه فیزیوتراپیستی جمهوریوی شهر خوجند به خطری حرکت روح را تامین کرده نتوانسته با افتوماشین تمغه مرسدس بنز تحت اداره اسماعیل سعیدوف ساکن 21 ساله شهر خوجند برخورد است. در نتیجه رسیش شدتناک دو نقلیات راننده اوپل استرا مدینه اومونوا و مسافر همین نقلیات جوان دختر 20 ساله استخدام کننده جماعت دیهات حیات نوی ناحیه جبار رسولوف از جراحات جسمانی برداشتهشان در بیمارخانه به هلاکت میرسند. به سلامتی راننده سبکروی مرسدس نیز ضرر جسمانی رسیده است که در بیمارخانه بستری شده است. در قسمت شرقی شهرهای دوشنبه خوجند چنوق سنه 24 ایول تقریبا ساعت 14:30 دقیقه در نتیجه برخوردی دو واسطه نقلیاتی تمغه مرسدس بنز صدمه فوجوی رخ داده به مرگ 3 نفر انجامید. راننده واسطه نقلیاتی تمغه مرسدس بنز رقم قدی دولتیش TG-6228-NR01 دولت مرادزاده محمد اکرم سال تولدش 1998 استقامت کننده شهر حصار هنگام حرکت در کیلومتر 105 شهرراه حدودی دهه ربات جماعت دهات زوبی نوحیه عینی از هده دوره نمودن افتماشین نبر آمده به سمت مقابلی راه بر آمده رو به رو به افتماشین تمغه مرسدس رقم دولتیش TG-47-SS-02 از سمت مقابل آمده استوده تحت اداره راننده ابوبکر سفاروف ساکن 40 ساله جماعت دهات یوری شهر پنجکند برخورده است. در نتیجه راننده ابوبکر سفاروف و مسافرش دلشاد حیدر وی 47 ساله استقامت کننده شهر پنجکند از جراحات وزنی برداشتهشان در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافری افتماشین تمغه مرسدس بنز رقم دولتیش TG-6228-NR01 عبدووسید عمروی 23 ساله ساکنی دهه حلقرود شهری حصار بعد انتقال دادن به بیمارخانه وفات میکند. همچنین یک راننده و سه مسافر اشتراکچیان دیگری حادثه راه نقلیاتی که همه ساکنان شهری حصار میباشند جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری شدند. سرعتی از معیار بلند و سبقت یا جای وزنی ناموافق هنگام پیشگذری فرضیه هایی است که با تاکید تفتیش شده پیشکی بر رخ دادن حادثه های راه نقلیاتی مساعدت کرده است. اینجا رسیدیم به فرجام برنامه.
Милиция ба таври ҳамешагӣ дар талаби рӯзгори хуши мардум ва таъмин намудани тартиботи ҷамъиятӣ аст. Гузоришҳои пешниҳод гардида ба хотири тарбияи ҳуқуқи шумо тамошобинони арҷуманд равона шудааст. То дидори навбатӣ, хайр. تماشابینان عزیز اقدام سر شده ایستاد است. در مغازه مالهای تکنیکی بهترین هنگامی خریداری کردنی خلدیلنیکی کلان، توفهی کلان، چنکشکی خیتاچی.